با سلام و عرض ادب خدمت دانشجویان عزیز، رادمهر هستم. در خدمتتون هستیم با درسای مکالمه در 70 جلسه. میریم درس 60 از مکالمه در 70 جلسه رو با هم دیگه ادامه بدیم. این درس ها توسط آموزشگاه زبان رادمهر ارائه میشه. شماره تلفن بنده، اینستاگرام و یوتیوب رو میتونید داشته باشید. میریم درس 60 از مکالمه رو با هم دیگه ادامه بدیم. خب همانطور که میدونید مکالمه هایی که ما تدریس میکنیم روش خاصی داره. روشش اینه که یه جمله رو یاد میگیریم، از هر جمله هزاران جمله دیگه خودمون میتونیم بسازیم. با روش هایی که من یاد دادم بهتون تا حالا، شما الان میتونید با هر جمله تقریبا بیش از 100 تا جمله بسازید. خب مگر اینکه جمله هامون امری باشه، که اینم قبلا توضیح دادیم براتون که جملات امری رو نمیتونیم توسعه بدیم، برای اینکه جملات امری فقط مختص یو هست، مخاطب هست، به خاطر همین دیگه نمیتونیم در واقع این قسمت رو توسعه بدیم. خب میریم در جمله اول. Last night I went to the party. دیشب رفتم مهمونی. خب جمله اول که میخوایم توسعه بدیم، به جای last night ما میتونیم بگیم last Wednesday, last Saturday, Sunday, Monday و Friday and so on. خب روز رو در اینجا میتونیم بذاریم، last یعنی گذشته. چهارشنبه گذشته او رفت آمریکا. He went to the United States. به ایالات متحده رفت. یادمون باشه در United States د مال خود کلمه هست، به خاطر همین د رو اینجا باید بنویسید. ولی در دیگر موارد که میخوایم مکان رو بنویسیم، یک شهر اگه باشه، معمولا د رو نمیارید. خب last Saturday she went to the school. شنبه گذشته او رفت مدرسه. Yesterday we went to the park. دیروز ما رفتیم پارک. The day before yesterday they went to the barber. پریروز اونها رفتن آرایشگر. Barber آرایشگر مردانه، آرایشگر زنانه میشه hairdresser. This morning my friends went to the university. این صبح دوستام رفتن دانشگاه. Last month their colleague went to Turkey. ماه گذشته همکارشون رفت به ترکیه. Last session you studied story 23. جمله بعدی. Last session یعنی جلسه قبل. پس last رو گفتیم گذشته قبل. جلسه قبل you studied، شما مطالعه کردید یا خوندید story 23. چون اینجا یو هست در واقع این خواهد شد خاندید. جلسه قبل داستان 23 رو خوندید. خب last session he studied top notch. جلسه گذشته او top notch خوند. Last session she studied grammar. جلسه گذشته او گرامر خوند. Last session we studied Oxford Word Skills. اینها اسامی کتاب ها هستن، هر کتابی رو میتونید در اینجا بنویسید. Last session they studied short story. جلسه قبل اونها داستان کوتاه مطالعه کردن. Last session Rosie studied short story by the name of Silas Marner. جلسه قبل روزی یه داستان کوتاه با اسم سیلاس مارنر خوند. Yesterday David studied story 23. دیروز دیوید داستان 23 رو خوند. Last month Itek studied a short story by the name of Tess. ماه گذشته Itek یک short story خوند یا داستان کوتاه خوند با اسم Tess. Last session his daughter studied story 23. جزیقه دخترش داستان 23 رو خوند. خب پس یاد گرفتیم که در این قسمت، قسمت اول رو میتونیم عوض کنیم. Last session که قید هست، قید زمان گذشته هست.
فاعل رو میتونید عوض کنید و قسمت آخر که مفعول هست بعد از فعل همیشه مفعول میاد اون رو میتونید عوض کنید. خب میریم جمله بعدی. We should skip chapter 25. ما باید فصل 25 رو حذف کنیم. خب skip حذف کردن هست یا رد کردن هست، رد شدن از یک چیزی هست. He should skip chapter 6. او باید فصل 6 رو حذف کنه یا نخونه. He should skip chapter 7. او باید فصل 7 رو حذف کنه. He مذکر، she مؤنث، همونطور که در جملات قبلی هم در درس‌های قبلی هم ما اینا رو خوندیم. You should skip this part. شما باید این قسمت رو حذف کنید یا از این قسمت رد شید، یعنی این قسمت رو نخونید. They should skip dinner. اونها باید شام رو حذف کنند. اینجا skip منظور کلن حذف کردن یک وعده غذایی هست. میریم جمله بعدی. My sister must skip eating junk food. خواهرم باید خوردن غذاهای فست فود یا هله هوله، بهتر بگیم همشون میشه جانک فود، هله هوله رو حذف کنه. His brother had better skip eating fatty food. برادرش بهتره خوردن غذاهای روغنی رو حذف کنه، روغندار رو حذف کنه. His son-in-law should skip eating unhealthy food. پسر خوندهش باید خوردن غذاهای ناسالم رو حذف کنه. خب اینجا یاد گرفتیم که فاعل رو میتونیم عوض کنیم، فعل کمکی یا مودال رو میتونیم عوض کنیم و و دیگه چی رو میتونیم عوض کنیم؟ بعد از فعل ما مفعول داریم، مفعولمون chapter 25. این رو هم میتونیم عوض کنیم. خب در این قسمت اینا رو گفتیم عوض خواهیم کرد. میریم جمله بعدی. Earthquake and flood are terrible. زمین لرزه و سیل وحشتناک هستند. I'll come back after 10 minutes. بعد 10 دقیقه برمیگردم. بعضی از جمله ها هستن که اینها رو زیاد نمیتونیم بستشون بدیم، به خاطر همین همون جمله رو اونطور یاد خواهیم گرفت. خب I رو میتونید باز عوض کنید و 10 minutes رو میتونید عوض کنید. He'll come back after an hour. او بعد یه ساعت برخواهد گشت. We'll come back after 3 hours. ما بعد 3 ساعت برمیگردیم. They'll come back after a week. اونها بعد یه ساعت برمیگردن. خب جمله بعدی. Don't wait for me if you're in a hurry. اگه عجله داری منتظر من نباش. مطمئنن خواهید فهمید که این جمله چه جمله ای هست؟ بله جمله امری هست، به خاطر همین دیگه اینجا بست و توسعه جمله رو نداریم. Maybe I'm late, I'm not sure. ممکنه دیر کنم، مطمئن نیستم. He's a wise man. او مرد عاقلی هست. خب قسمت های پایین رو با هم دیگه میریم بخونیم. She's a wise girl. قسمت هایی که عوض کردیم، he و من. She's a wise girl. او دختر عاقلیه. Ali is a wise man. Ali مرد عاقلیه. Salome is a wise woman. Salome یک زن عاقلی هست. خب درس 60 رو با هم دیگه خوندیم. در خدمتتون هستیم با درس‌های مکالمه در واتساپ، یوتیوب و اینستاگرام. با ما باشید با درس‌های انگلیسی. انگلیسی خیلی راحت‌تر از اون چیزیه که ما فکرشو می‌کنیم. پس فقط
کافیه که یک کم تمرینمون رو بیشتر کنیم که راحت میتونیم هر زبانی رو یاد بگیریم، نه فقط انگلیسی. روز خوبی داشته باشید. Have a good time.